اصولا مردم دوست دارن تئوری ببافن، ولی واقعیت یه چیز دیگه است و زیاده از حد مسئله نباسی پیچیده یا مشکل کرد. این مشکلی که نه فقط برادرم بلکه فکر کنم میلیون ها ایرانی امروز باش مواجه هستند و یه نوع افسردگی است که به خاطر تمام این مشقات و سختی ها و گرفتاری که براشون پیش اومده، خب یه مسئله خیلی گسترده بوده و هست و هر کسی که یه عضوی در خانوادهش بوده باشه که دچار چنین مشکلی باشه میتونن کاملا درک بکنن که بعضی وقتا صورت بدی پیدا میکنه، بعضی وقتا میمونه، بعضی وقتا شاید حتی درمان بشه و این هم یکی از مواردی است که درمان نهایی پیدا نکرد و آخرش رسید به اینکه بالاخره این تصمیم رو گرفت. و میدونی هیچ کدوم ما نمیتونیم از درون تفکر افرادی که مبتلا هستن به این مشکل بتونیم بفهمیم که چجوری تو فکرشون تو مغزشون مسائل میگذره. میتونیم درک بکنیم که این همه فشارهایی که از جوانی به یک بچه میاد، از دست دادن زودرس پدرش، وضعیتی که در مملکت پیش اومد، آینده ای رو که میتونست بهش نگاه بکنه و وضعیت واقعی که پیش اومد، تمام مشکلاتی که در قضای بود، خیلی نسبت به کشورش و مملکتش یک ارتباط خاصی داشت، بیشتر البته در بعد تاریخی و فرهنگیش و برای همین دلیل بود که رفت تخصص خودش رو سر کرد در اون رابطه بگیره. اما فکر کنم اون جدایی، اون حالت چطور بگم، یک نوع رو هوا موندن در اون سن جوونی، این شوک بادم وارد بشه، به خصوص از دست دادن خواهرش یه شوک دیگری بود، تمام اینها رو هم انباشته میشه. این وضعیتی که در مملکت ما پیش اومد، تمام این اتفاقاتی که افتاد، تمام دنبال کردن این مسائل، مشکلات بروزش، به حال بی ارتباط نبوده با وضعیت مملکتش، میدونسته که چی میگذره، چه سختایی مردم میکشن، چه سختایی در نتیجه به نوعی به خود ماها هم وارد هستن این قالب. شاید یک بخشیش این باشه که مردم به خاطر تصوری که از خانواده سلطنتی دارن، در هر حال با خانواده های عادی متفاوتن، توقع دارن که اونها با مسائل و مشکلات یه شکل دیگه برخورد کنن، به خاطر اینکه در هر حال منابع مادی و معنوی متفاوتی دارن از یک خانواده عادی. فرزند برادر شما توی سه تا دانشگاه آمریکایی درس خونده، در هر حال در یک شرایطی زندگی میکرده که از نظر یک ایرانی که داخل کشور داره با اون شرایط دست و پنجه نرم میکنه، یک شرایط ایدئاله. خب ادهی عجیبه براشون که کسی در این شرایط در هر حال تصمیم بگیره که به همه چیز پشت کنه و به همه چیز پشت پا بزنه. افسردگی تبعیض قائل میشه، فرقی به حالش نداره افسردگی که طرف مقابل چه استاتوسی داره، چه کسی هست، چه فردی هست، برای هر کسی ممکن پیش بیاد، من جمله شاهزاده. میدونید هیچ دلیلی نمیشه که یه عده بگن که حتما اون کسی باز افسرده باشه که مثلا شکنجه دیده در زندان. ممکنه کسی باشه که هیچ وقت شکنجه ندیده ولی یک درد دیگری رو داره که اون طرف نداره در مقابل. این اتفاقات برای کسانی که میفته ممکنه یک نوع اثر بگذاره، بعضیا خب بهتر باش تا میکنن، بعضی وقتا ممکنه ادامه داشته باشه ولی قابل تحمل همچنان باشه، بعضی وقتا هم دیگه قابل تحمل نیست و این یکی از مواردی است که متاسفانه منجر به این شد که نهایتاً جون خودش از خودش بگیره. آیا هیچ وقت به دنبال درمان افسردگی هم بودن برادر؟ خب مسلم به هر حال متخصصین رو میدید، صحبت میکرد. ببینید شما در نظر بگیرید که این مسئله نیست که شما یه قرص بخورید فردا خوب بشید. برادر من هم روزای بهتری داشت، روزای سختری داشت، چند هفته میگذشت که خیلی شاد و سرحال بود و میرفت کارشو میکرد، بعضی روزا میبینید که یه هفته از خونش در نمیومد و اصلا جواب تلفن رو نمیداد مثلا. خب این جزء اون نوسانات و یک نوع تا کردن باهاش هست. هیچ یادداشتی از خودش باقی گذاشت که به اصطلاح توضیح بده یا بگه که به چه دلیل تصمیم گرفته که این کارو بکنه؟ خیر، من چنین یادداشتی رو از جانب او ندیدم یا نشنیدم و در حدی که شاید با دوستاش در میون میگذاشت یا با ماها در میون میگذاشت، فراتر از اون مطلبی نبود که فرض بکنین آنن زنگ خطر رو به صدا در بیاره که وای 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 هر آن ممکنه این اتفاق بیفته. واقعا من به تو میگم آخرین باری که من با برادرم صحبت کردم یه چیزی بین 2 تا 3 هفته قبل از این داستان بود و چند روز قبلش، قبل از این که سال نو به صلاح مسیحی آغاز بشه، یک تبادل تکستی با هم داشتیم. اون موقع هنوز در اروپا بود، یعنی درست این قضیه یکی دو روز پس از اینکه به امریکا مراجعت کرد اتفاق افتاد و بنابراین هیچ علائمی از اینکه ممکن این اتفاق بیفته رو نه من، نه مادرم، نه خواهرش، نه بعضی از دوستانی که باش در ارتباط بودن اصلا احساس کردن.
و یه مرتبه این خبر رو به من اون شب دادن. بنابراین واقعا برای ما یک شوک بود وقتی این خبر رو شنید. چجوری الان خانوادتون، شما مادرتون خواهراتون دارین با این قضیه کنار میاین؟ چه تاثیر گذاشته روی شما، روحیاتتون، روابطتون با هم دیگه؟ خانواده من بار اول نیست که مواجه با سختی بوده باشه. هست شاید یکی از خانواده هایی هستیم که بیشترین مشکلات و درگیری ها و سختی ها رو داشتیم، اما این جزء بار یک نوع مسئولیتی است که غیر مستقیم اضافه تر از دیگران شاید بر ما باشه. این نکته که شما اشاره کردین در مورد اینکه مسائل فردیتون رو در واقع قورت بدین یا یعنی که کنار بگذارین، نادیده بگیرین، این فکر نمی‌کنین عاملی در مورد مرگ برادرتون بود، خودکشیش که خب خیلی ها میگن کاملا به حاشیه رونده شده بود، با اینکه این همه تحصیلات داشته، خیلی شخص قادری بوده در خیلی مسائل موسیقی، فرهنگ، تاریخ، هیچ وقت شما هیچ حضور عمومی از اون ندیدین به طور جدی که مثلا در مقایسه با شما یا در مقایسه با مادرتون؟ این آیا فکر نمی‌کنی یک عاملی بوده در مشکلاتی که برادرتون داشت؟ خیر، بلکه اولا هر کاری کرده به اتخاذ تصمیم خودش کرده. من همیشه به برادرم میگفتم که مسلما اگر علاقه من باشی در این مورد به من کمک بکنی، من که از خدا میخوام، اما من روی تو کوچکترین فشار و توقعی نمیگذارم. من فکر نمی‌کنم که به اندازه‌ای که از من چنین توقعی رو جامعه داشته، فرض کنید از برادر من داشته باشه. و اونم از طریق خودش می‌خواست خدمتی بکنیم. گفتم خب شما به کار سیاسی برس، من از جنبه فرهنگی و به اصطلاح پژوهشیش این اون راهی است که من فکر می‌کنم میتونم یک علاقه خودم رو به کشورم، به تمدنش، به تاریخش، به فرهنگش نشون بدم، و بیشتر به عنوان یک شخصیت فرهنگی به قضیه نگاه می‌کرد، نه به عنوان پسر دوم شاه که ممکنه مثلا یه عده ازش یک نقش دیگری انتظار داشته باشه. به عنوان یه شخصیت فرهنگی هم فکر نمی‌کنین در مقایسه با خیلی از آدم‌ها که شاید به اندازه برادر شما هم تحصیلات نداشته باشن، در واقع منزوی و گوشه‌گیر و کمتر در انظار عمومی بوده برادرشون؟ اصولا کاراکترش این بود، زیاد اهل این که بخواد خودشو نشون بده در پابلیک نبود. برای که بهتون بگم، فکر کنم شاید یکی از اثرات این تو خودش رفتن اون برخوردی بود که جامعه 30 سال پیش با پدرش داشته و اون انقلابی که شد و اون همه شعارهای منفی و ضد و بهار. میگم شما در نظر بگیرید، این بالاخره جزو یک ذهنیت یک بشر میره، به خصوص جوان 12 ساله اون موقع، و یک نوع زخمی رو رو دلش گذاشت. بنابراین گفت من چی دارم برم به اینا بگم؟ تا زمانی که عکسش ثابت بشه یا لااقل یه چیزی عوض بشه یا لااقل یه بازنگری تاریخی بشه، ببینن که خب شاید ما در اون حدی که گفتیم یا درست میگفتیم یا زیادی میگفتیم. شاید یک نوعی براش یک مکانیزم دفاعیش بوده که من برم دنبال کار خودم و در حد افرادی که علاقمندم، دوست دارم و میخوام باشون وقت صرف بکنم، سر و کار داشته باشم، تا اینکه برم یه برخورد عمومی داشته باشم که بعد برم چی بگم مثلا بهشون. الان که به گذشته برمیگردین، هیچ هست که فکر کنین که شاید من این کار رو نمی کردم، بهتر بود اون کار میکردم بهتر؟ نه، برای اینکه ببینید دارم اگه بخواد به قول معروف زمان رو برگرده به عقب، آنچه که شده شده. زندگی پر از دو شاخه هاییست که آدم وقتی میرسه به دو شاخه بالاخره باز یا این ور به یا اون ور. حالا این ور رو برین، ممکنه که اشتباه باشه، ممکنه درست باشه، ممکنه بعدا نتیجه بگیرید که خب شاید درست نبوده، ولی دیگه در این که اتفاق افتاده اون رو که دیگه نمیتونید عوض بکنید، فقط میتونید از این به بعد رو درش تاثیر بگذارید. و آنچه که به هر حال برای من خیلی اثرگذار بود از نظر روحی، عکس العمل بی سابقه ای بود که از همیهنانمون گرفتیم. یعنی واقعا بهتون بگم که شاید این مسئله اونقدر در مورد خواهرم پیش نیامد که در مورد برادرم پیش اومد، و به شکل بی سابقه، یعنی احساس کردم که یه عده زیادی به این شکل با ما هم درد شدن. گذشته از خود این اتفاق ناگوار، ولی یک نوع خشم داخلی که بس دیگه کلافه شدیم، دیگه چقدر انتقامشو میگیریم، یه حالت اونجوری بود. یعنی از چپ تا راست، از جناهایی که شاید اصلا تو عمرشون فکر نمی کردن که یه روزی بیان همچین حرفی رو بزنن، از بسیجی پیغام داشتیم تا مجاهد پیغام داشتیم تا همه جور آدم. یعنی واقعا هم از نظر سیاسی هم از نظر اجتماعی یک عکس العمل بی سابقه ای بود در این مورد. شاید این باعث این شده که یا
یه حالت آشتی بیشتری به وجود بیاد، یک همسویه بیشتری به وجود بیاد. و اگه قرار باشه که اینجور بهتون بگم در نهایت که از بین رفتن برادرم بیفایده نبوده باشه، اگه بشه اسمشو اینطور گذاشت، لااقل باعث این شده باشه که یک دوستی و یک آشتی و یک همبستگی بیشتری بین ایرانی‌ها پیش اومده.